از مجسمه های سنگی خلیل نیک‌نژادی، هنرمند ایرانی، در گالری سیحون لس آنجلس به نمایش در اومد. این مجسمه ها که مجموعه نفیسی از آثار این هنرمند رو در بر میگیره، حاصل 4 سال فعالیت مداوم این هنرمند در طول اقامتش در آمریکاست. توجه شما رو به گزارشی که همکارم آرش تهیه کرده جلب میکنم. نمایشگاهی از آثار مجسمه های سنگی خلیل نیک‌نژادی، هنرمند ایرانی، در گالری سیحون شهر لس آنجلس برگزار شد. 21 مجسمه سنگی این نمایشگاه حاصل 4 سال کار مداوم او در طول اقامتش در آمریکاست. او که در یک خانواده هنرمند بزرگ شده، از دوران دبستان در کنار پدر بزرگش استاد صنیعی، مجسمه ساز نامی ایران، کار بر روی چوب را آغاز کرده است. من از بچگی توی خانواده هنری بودم، اصولا پدر بزرگم استاد هنرستان بود، خود به خود وارد هنر شدم و زیبایی کارهای هنری برام خیلی جالب بود. خودم هم سعی میکنم کارهایی که اگه بشه گفت خلق کردم، این حتی المقدور زیبا باشه، خشن نباشه. مفهوم هنر برای من بیشتر زیباییه. خلیل نیک‌نژادی که فارغ التحصیل دانشکده هنرهای زیبای تهران است، سالها علاوه بر کار مجسمه سازی و نقش برجسته بر روی چوب، به نقاشی، طراحی مبلمان و طراحی داخلی فضاهای کلاسیک نیز مشغول بوده است. این نمایشگاه که اولین نمایشگاه مجسمه های سنگی اوست، با مضمون عشق ساخته شده است. مجموعه این کارا موضوعش روی زن و رقص و عشق هستش. اینم به این علته که از نوجوانی من کتابی دستم افتاد به نام ترانه های بیلیتیس. این کتاب خیلی اثر روی من گذاشت. شعرهای بسیار لطیفیه، خیلی لطافت زنانه توشه و بعضی از این مجسمه ها اصلا الهام گرفته از یکی از این شعرهاست. مجسمه ها بیشتر حالتهای عشق داره، حالتهای زنانه داره و مثلا یه مفهومش مثلا حالت بوسه داره، حالت رقص داره، بیشتر اینطوریه، همش هم زنن. او درباره مراحل کار برای ساخت مجسمه بر روی سنگ میگوید: این رو یه طرح اولیه من میزنم و یه ماکت از اون با گل درست میکنم. این ماکت تو ذهن من هست و بعضی اوقات هم بهش مراجعه میکنم و اون سنگ رو از روی این ماکت درست میکنم با تغییراتی، چون توی گل و به صورت یه مدل کوچیک خیلی مفهوم نیست، ولی اون حجمی که من میخوام توش در بیارم برام مشخص میشه. اول تجسمش میکنم تو مغز خودم، طراحیش میکنم، بعد مدلش رو میسازم، بعد این رو به صورتی که دیدین. او که تجربه کار بر روی سنگ و چوب را دارد، درباره تفاوت این دو میگوید: سنگ و چوب تقریبا جفتش خشنه، ولی شاید اون چیزی که از توی سنگ در میاد زیباتر باشه. برای اینکه چوب رو باید رنگ کرد، نمیدونم کارهای دیگه باش انجام داد، بعد چوب رو تیکه تیکه باید به هم چسبون تا یه عرض پهنی پیدا بکنه، ولی سنگ هر اندازه که آدم بخواد موجود هست. یه چیز لطیفی رو وقتی آدم از توی یه حجم خشن در میاره، خودش بهش علاقمند میشه. آدم دوست داره چیزهای زیبا رو یا خلق بکنه یا ببینه. دیدن زیبایی برام مهمه، خلق زیبایی هم برام مهمه.